بیان داشت که به ما بگه که خب این اسلامی که شریعت بهشون گفت باید در جامعه اجرا بشه در صورت فقدان قلب فقیهی که این شرایط رو داشته باشه چگونه ممکن است. آقای منتظری برگشته بود به نظریه ولایت فقیه آقای خمینی قبل از انقلاب، نظریه ولایت فقیهی که فقیه رو میخواد در چارچوب فقه قرار بده. آقای خمینی دید به این عمل نمیکنه، وقتی شما به قدرت میرسی این قابل اجرا نیست. آقای منتظری در حقیقت برگشته بود به اون نظریه که ابطالش در عمل و با جمهوری اسلامی اثبات شده. من فکر کنم آقای منتظری اصلا در شرایط نظریه پردازی دیگه نبود در این دو دهه اخیر عمرش، هم به دلیل محدودیتهایی که داشت هم به دلیل که سنش اجازه نمیداد. بنابراین من اصلا ایشون در کنار آخوند خراسانی نمیذارم. آخوند خراسانی هم اصلا به اون مفهومی که بعضی ها میخوان القا بکنن تفکر سیاسی نداره. اینا این نراتیوهایی هست که آدمهای سیاسی میسازن برای اینکه اون چیزی که دوست دارن به اسم اون چیزی که هست وانمود میکنن. ما یه مشکلی که امروز در ایران داریم اینکه تحلیلگر سیاسی نداریم، فعالان سیاسی داریم که از واقعیت حرف میزنن. بنابراین فعالان سیاسی که دوست دارن روحانیت خیلی نقش گسترده داشته باشه نمیگن باید اینجور باشه یا ما دوست داریم اینجور باشه، میگن که اینجور هست. و این دشواری است که ما داریم متاسفانه آمارمون با واقعیت در هم میزنه. و راجع سلطنت و اسلام رادیکال، ببینید ما دو نوع روحانی داریم، روحانی که حاکمه و روحانی که محکومه. بذارید من در این چیز در این چارچوب توضیح بدم. روحانی که مستقیما در سیاست هست آقای خامنه ای، و روحانی که محکوم هست در سیاست نیست و ناگزیر هست با اون شرایط سازگار باشه آقای سیستمی. این هر دو از این وضعی که هست راضی هست، هر دو از این وضعی که هست راضی هست. آقای سیستمی که شما میدونم تو مقوله بعدی ها میزه طرفدار سلطنت، ایدئال ترین حکومتی که در تاریخ میتونی تصور کنی جمهوری اسلامی، نه سلطنت زمان ناصر الدین شاه و فلان، نه روحانیت که بچه حکومت به خاطر تبعیض مثبتی که وجود داره برای این روحانیت اصلا قابل تصور نیست. آقای سیستمی اگر جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک بود آیا امکان داشت انقدر درآمد داشته باشه، نهادهای خودش رو داشته باشه، مؤسسات خودش رو داشته باشه، مدارس خودش رو داشته باشه؟ این پول عظیمی که در گردش هست در خاورمیانه، بدون اینکه آقای خامنه‌ای بادیگارد این پول باشه امکان نداشت این گردش مالی. و من اینا رو چون فرصت ما خیلی کم هست هم در اون مقاله لست مرجع، مطلب مفصل لست مرجع که توی وبسایت واشنگتن سیتی هم هست توضیح بدم، در همین کتاب فارسی هم یه مقدار روش اشاره کردم. این که ما تصور میکنیم آقای وحید، ببینید یه نکته توجه کنیم، آقای وحید از اون چیزی نگرانه که اسمشون میاره بیان میکنه، از اینکه یک هنرپیشه نقش از ابوالفضل رو بازی بکنه دادش به هوا میره، اینه اون دغدغش، وگرنه از اینکه آقای خامنه ای اینه نه مشکل نه. حالا به دیدنش نرفته اونو دلایل دیگه داره و همونطور که گفتم ممکنه ظواهر این امر برای ما که زیر بمباران حرفای سیاسی از این طرف و اون طرف، جمهوری اسلامی از اون طرف، این طرف هم آدم هایی که حالا یه جوری مربوط به جنبش سبز هستن و همه چیز هم خواهن تحت مصادره خودشون قرار دادن هستیم و نمیتونیم نگاه واقع بینانه و بی‌طرفانه نگاه بکنیم. من معتقدم که همه این روحانیت متنعم هست از این جمهوری اسلامی و به هیچ وجهی حاضر نیست که این جمهوری اسلامی تغییر بکنه به یه جمهوری اسلامی که آخونده برن کار خودشون بکنن، کار خودشون بکنن. میدونیم یعنی چی؟ یعنی این پول رو بل کنن، امکانات رو بل کنن، سربازی برن، همه طلبه ها مالیات هم بدن به دولت، اگه دیوانن این کار رو بکنن. رو چه منطقی این کار رو کرد؟ چه منطقی داره که روحانیت مثل دانشگاهی ها همون حقوق و همون مزایای داشته باشه که دانشگاهی ها؟ روحانیت اساس نظام روحانیت مبتنی بر تبعیض، بدون روحانی بدون تبعیض روحانیت امکان زیستن نداره. حتی شما اگر بخواید در یک جای مثل اینجا هم در نظر بگیرید کلیساها و نهادهای مذهبی اینجا هم یک سری امتیازهای ویژه دارن، منتها خب در یک چارچوب متفاوت. هم در مورد ایران همیشه مبتنی بر امتیازهای ویژه. متشکرم.
خیلی ممنون از همگی و از سخنرانهای عزیز. زمنان فردا ساعت